ببینید این مسئولیت تاریخی که اشاره میشه، واقعیت اینه که 45 سالی که مملکت ما توسط یک گروه معین به گروگان گرفته شده و جمعیت بیش از 80 میلیون نفر رو اینا هر بلایی که خواستن تا بال به سرشون آوردن، در جنبش مهسا در سال 96، در سال 98 و پیش از اون در سال دهه 60 که هزاران نفر رو در زندان‌ها اعدام کردن که حتی اون موقع سازمان‌های حقوق بشر دنیا هم کوچکترین واکنشی از خودشون نشون ندادن، به دلیل اینکه این حکومت مافیایی نه دستگاه قضایی مشخص و مستقلی داره، نه قانونگذاری، نهاد قانونگذاری مردمی داره و نه مجریان به اصطلاح که متعلق به مردم باشه و نماینده مردم. بنابراین اینا به راحتی هر بلایی که خواستن به سر مردم ایران، به سر روزنامه نگاران، سیاسیون، فعالین حقوق بشر، دانشجویان، زنان، کودک کانتاین الان آوردن و جهانم با اینها مماشات کرده تا به امروز به خاطر منافعی که داشته. بنابراین این مسئولیت کاملا مشخصه که جمهوری اسلامی آگاه نسبت به موقعیت خودش، نسبت به نگاه و انتظاراتی که قدرت‌های بزرگ جهانی نسبت به اون دارن. همین الان در این گزارش دوستانمون اشاره کردن که کشورهای مانند روسیه و چین اگر قرار بود اینجا همین به اصطلاح اتهامی که متهم شدن جمهوری اسلامی به اصطلاح به جنایت علیه بشریت هم اگر میتونستن وتو بکنن وتو میکردن، ولی برای تو این تشکیلات و تو این شرایط چنین حقی وجود نداره. منظورم اینه که تا زمانی که این شرایط به همین صورت بخواد طی بشه هیچ اتفاق خاصی برای رعایت حقوق بشر در ایران نمیفته. این رژیم عقب نشینی نمیکنه. این رژیم اتفاقا با همین بر پاسخ و واکنشی که به این تصمیم گیری که الان انجام شده از طرف سازمان حقوق بشر داره میگه که اینا تروریست بودن، اینا خودشون رو کشتن و خودش داره آماده میکنه که برای دور بعدی اگر بخواد اعتراضاتی در ایران صورت بگیره که خواهد گرفت، عملا دستش باز باشه که باز هم با همین توجیه هر جنایتی رو بیافرینه. بنابراین فعالان حقوق بشری، آقای غفوری اینجا میخوام اشاره کنم به صحبت آقای غفوری، جریانات سیاسی که در جریان جنبش مهسا که نتونستن از اون شرایطی که پیش اومده کمک بگیرن، استفاده بکنن، به کمک مردم ایران برن و این جنبش رو به یه جایی برسونن. بنابراین من امیدوارم این بار که با تعدد بسیار زیادی که بین ایرانیان برای تشکیل سازمان‌های حقوق بشر وجود داره، چون من واقعا فکر می‌کنم نزدیک به 50 تا سازمان حقوق بشر ایرانی ما داریم که هر کدومشون به طور مستقل فعالیت می‌کنن، اینها باید این بار مسئولیت بزرگی رو به عهده بگیرن. باید مثل حمید نوری که اشاره کردید که این برای دستگیر شد به دادگاه و متهم شد و محکوم شد الان به زندان افتاده با حکم زندان ابد، ولی چگونه است که رئیسی که مقام ارشد حمید نوری بود دوبار اومده به عنوان نماینده ایران در سازمان ملل شرکت کرده ولی هیچ اقدامی برای دستگیری رأس این جنایت، حداقل یکی از افراد تصمیم گیرنده برای اون جنایت بوده، میتونه آزادانه بیاد و حتی مسئولیت سیاسی هم داره. بنابراین این الان فرصت مناسبی است که حداقل فعالان حقوق بشر یک تشکیلات واحدی رو درست بکنن و این تشکیلات واحد حقوق بشری کمیته حقوقدانان رو تشکیل بده و از این به بعد هیچ مقام رسمی جمهوری اسلامی ایران نتونه و جرأت نکنه به خارج از کشور بیاد. اگر واقعا ما میخوایم از این وضعیت استفاده بکنیم به نفع مردم ایران، به نفع کشورمون، به نفع بسیار رعایت حقوق بشر، باید وارد مرحله عملی بشیم. یعنی باید تشکیلات درست کنیم، یعنی باید در هر شهری، در هر کشوری کمیته های طرفدار حقوق بشر درست بشه که یک مرکزیت داشته باشه، به عنوان یک نهاد واحد در بیاد، نه اینکه 40 50 تا سازمان که خود شما ملام و بخواید یه نامه بنویسید برای سازمان بین المللی، باید بشینید به سر بندش با هم توافق بکنید اگر بخواید و اگر بخواید تا فعالان حقوق بشری اون نامه رو بنویسن، ولی اگر یک تشکیلات واحد حقوق بشری درست بشه و همه فعالان حقوق بشری به اون بپیوندن و گروه‌های سیاسی هم از اونها حمایت بکنن، اون وقت میشه شورای امنیت سازمان ملل رو مجبور کرد تا در برابر مسائلی که در ایران میگذره موضع‌گیری بکنه و تصمیم بگیره و مردم امیدوار باشن که از یک حمایت واقعی و جدی و عملی از سطح بین المللی برخوردار هستن، نه اینکه فقط در حد انتشار یک مصوبه یا یک قطعنامه و چیزهای از این دست.